بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند متعال و با درود و سلام به پیشگاه پیامبر عظیم و شن و خاندان اسمت و طاهرین ایشان خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه به وقت بیداری سلام عرض میکنم امیدوارم که شب خوشی داشته باشین جانتان جور باشه هر جایی که هستید طبق روال دوشنبه ها با برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی فارسی دری در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام المسلمین استاد حاشمی اروزگانی هستید اجازه بدهید سلام علیکم بکنیم و بعد بحث خدمت ایشان شروع کنیم سلام علیکم جناب استاد بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامت بشيط اگر سلام عليكي بابن و بل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام بر شما بنندقان عزيز وقرامي وخوبان همراهين برنامه در محضر شما هستیم سلامت باشید زنده باشید خب به با بینندگان عزیز و گرامی روزهای دوشنبه برنامه به وقت بیداری در این چند هفته آخری که خدمت کارشناس محترم هستیم موضوع گفتگوی ما درباره جایگاه علم در اسلام هست در جلسه گذشته اگر شما بیننده بودید و ما را همراهی کردید حتما خاطرتان هست که بحث ما در علم... علم آموزی قر... وقتی که استاد بزرگوار به آیاتی از قرآن کریم استناد جستن و جایگاه علم و علم را در اونجا برای ما بیان فرمودن به قسمی به آسیب شناسی و نقد وضعیت امروز علم و علم در جوامع اسلامی مخصوصا افغانستان کشیده شد و این بحث ناتمام ماند اجازه بدهید که بدون اینکه وقت از دست بدهیم خدمت کارشناس محترم جناب استاد هاشمی برگردیم و باب گفتگو را شروع کنیم جناب استاد بحث متاسفانه وضعیت اصفبار جامعه جامع اسلامی مخصوصا افغانستان از نظر دانش و سواد بسیار بسیار نامطلوب و غمبار هست و موضوع بحث ما هم که علم آموزی بود با توجه به آنچه که شما از آیات قرآن برای ما فرمودید که چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره خواه وقتی که ما جایگاه علم و علم آموزی در قرآن میبینیم و در دیگر آموزه های دین مبین اسلام میبینیم و برمیگردیم به وضعیت خود ما جای جایی سوال هست که چرا این فاصله از کجا آغاز شد و چرا چون این فاصله افتاد و باز هم شما برای ما تبیین بفرمایید که قرآن کریم و دیگر آموزه‌های دینی ما را به چه صورت به این مسئله آگاه میکنه و هشدار میده و سوق میدهد به طرف موضوع بحث ما که علم آموزی باشه بله با سلام دوباره اجازه دهید من در مقدمه بحث اشاره به یک نکته عامتر داشته باشم به عنوان مبنای همه این مباحث بله بسیار عالی و اون این است که بشر به دو چیز نیازمند است یکی به دین یکی به علم بله به وسیله دین بتواند شیوه زیستن را بیاموزد و به وسیله دین بتواند زیستن را مسیر ناهموار آن را هموار کند چگونه زیستن با علم تکمیل می شود چگونه زیستن را باید پاسخون را دین بگوید و این که این راه ناهموار بشر در زندگی و در طبیعت را چی چیزی هموار بکند این ابزار علم است ما در قرآن کریم در آیات و سوره های مکی دو سوره داریم که برخی اون دو سوره را یک سوره به حساب آوردن یک سوره فیل است و یک سوره قریش سوره فیل به این داستان اشاره دارد که ابره نامی از یمن امروز را افتاد که مکه را و کعبه را خراب کند و خانه کعبه را یا منتقل کند خداوند در اونجا این نعمت را یاد میکند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل تا ماجرای آخری که فجعلهم که اسف معکول بعد پشت سر سوره ای وجود دارد لایلاف قریشن این کار را ما به خاطر این انجام دادیم که جامعه قریش از هم پاشیده نشود ایلاف از الفت است ما داستان بزرگ فیل را که داستانهای عبرت آموزی تاریخ است و سرمنشه تاریخ عرب پیش از هجرت بود ما اون کار رو به این جهت انجام دادیم که جامعه پیوسته قریش و عرب به هم نخورد و نقصلد از هم لیلاف لی قریش یعنی به خاطر الفت قریش ایلاف هم رحلت شتای و سیف تا اینجا میرسد که فلیعبدو رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, خوف. دو تا مطلب دنیوی را نتیجه این معجزه و نتیجه این داستان خارق العاده خداوند بیان میکنه یعنی میگوید ما داستان فیل را که به وجود آوردیم و لشکر را فرست دادیم تا آنان را نابود بکند بله. به خاطر این بود که جامعه قریش از هم نکسلد و شما جامعه عرب و قریش به دو چیز دسترسی پیدا بکنید یکی از گرسنگی اطعمه هم من جو و امنهم من خوف یکی امنیت و یکی معیشت امنیت و معیشت دو تا موضوع مهم است که کارکردی دین در حد اعجاز را در زندگی بشر نمایان می کند و این برای ما به این پیام را می خواهد برساند که دین در قبال معیشت انسان در قبال نیت اجتماعی انسان در قبال تفرقه و وحدت جوامع انسانی حتی جوامعی که کافرن دین بی سخن و بی نظر و بدون دخالت نیست دین تنها راه آسمان را نشان نمی دهد و تنها ترسیم نقشه آخرت را به عهده ندارد کارکرد اساسی دین در این است که معیشت و امنیت و الفت اجتماعی را در قدم نخست برای انسان تأمین بکند بله. اگر هیچ جای دیگری نمی بود ما نگاه قرآن و دین را در همین دو سوره جستجو می کردیم برای ما کافی بود که ما دین بین دین و دنیا یک نوع تیزگری نباید تلقی داشته باشیم سرمنشه این که مسلمانان رفتن به سراغ این که علم را علم دینی و علم دنیوی بسازن و علم دینی را تقدیس کنند و علم دنیوی را تقبیح بکنند در فرجام اون تقسیم بندی دین و دنیا بله. یکی همین بود که کارکرد دین بیان معارف آسمانی و متافیزیکی است و تعمیر آخرت انسان ولی نسبت به دنیای انسان نظر و نقشه و تئوری ندارد برنامه ندارد و بلکه دنیا ستیز است این ماجرا و این نوع نگاه ما را کشان به سمت تقسیم علم به سمت گریز از بخش از مفیدترین علومی که بشریت باید اون را بیاموزد و فرا بگیرد در کنار علم دینی درست بعد از این مقدمه میرویم سراغ مطلب حضرت عالی ببینید بینندگان عزیز و گرامی ما اگر آیات قرآن کریم رو بنگریم در جای جای قرآن کریم ما را به مطالعه آسمان و زمین فرا میخواند و آسمان و زمین را مسخر انسان میداند این هر دو اگر در تحت نگاه آلمانه به کاوش بنشینیم به این نتیجه خواهیم رسید که خداوند میخواهد بگوید ای انسان ما همه ای طبیعت رو در اختیار تو قرار دادیم به شرطی که این طبیعت رو بشناسی شناخت این طبیعت به دو چیز منجر میشود یکی این که تو را به خدا میرساند إن في خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا هم بشناة خداون میرسد إنسان كي در طبيعت می اندیشد و مطالعه می کند و تفکر می کند بله. فکر کردن خود نوع آموختن است فکر نوع آموختن است و بلکه مهمترین بخش آموزش فکر کردن است و شاید ام. به همین خاطر است که ثواب تفکر بسیار بسیار در اسلام به پیمانه است که از عبادات مستلح بسیار بسیار بیشتر است بسیار بیشتر است زیرا بله. تفکر برای عبادت مثل مغز و خمیرمایه به حساب آید عبادت اگر بدون تفکر باشد صرف نقاشی یا تقلید است از رفتار دیگران نقاشی لازم نیست با قلم باشد نقاشی گاهی وقت به وسیله رفتار خود انسان است این تقلید را که انسان از رفتار پدر دوست. و مادر دیگران انجام میدهد این در واقع نقاشی رفتار دیگران است به وسیله رفتار خود ما من. و حالا که اگر مبتنی بر تفکر و بر شناخت باشد تفکر منجر می شود به شناخت و شناخت یعنی عبارت دیگری از علم است درست انسانی که عالمانه به طبیعت می نگرد. یکی از آثار آن این است که مطالعه در طبیعت مطالعه عالمانه انسان رو به خدا می رساند زیرا که ممکن نیست انسان اثر را به خوبی بشناسد و موثر را نشناسد نشناسد اگر و... اجازه بدهید من عذرخواهی می کنم یک وقفه بسیار کوتاه بله. و دوباره برمیگردم خدمت ادامه بحث خدمت حضرت عالی ان همراهان گرامی فارسی زبانان عزیز هموطنان ارجمن یک میان برنامه کوتاه می بینیم و برمیگردیم كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم 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 با سلام دوباره خدمت شما بینندگان گرامی مخصوصا جمعی از دوستانی که تازه به دیدن برنامه پیوستن و موضوع برنامه را دنبال میکنه موضوع گفتگوی امشب ما جایگاه علم در اسلام هست اجازه بدید که من پول ارتباطی شبکه خدمت شما عرض کنم مثبت 964 780 255 40 13 در خدمت شماست برای که ما را از دیدگاه های خودتون سوال های خودتون بازخورد خودتون درباره موضوع های برنامه های ما و مخصوصا این برنامه آگاه کنید خب اجازه بدید که برگردیم خدمت کارشناس محترم جناب استاد هاشمی ارزگانی. بله میفرماده جناب استاد بله خوب است که ما پاره از آیات قرآن را بنگریم در این خصوص که نگاه قرآن نسبت به اون که ما علوم تجربی یا علوم دنیایی یا علوم طبیعی مینگاریم چیست مخصوصا فاصله‌ای که قرنهاست بین علوم دنیوی یا علوم تجربی با مسلمانان فاصله افتاده است یعنی مسلمانان یک نوع کوچیدنی را از یک برهه از زمان آغاز کردن بله. از دیار علوم تجربی زیرا ما در مقطعی از تاریخ بزرگان ما و علمای ما همانان که اندیشمندان ریاضی بودن پزشک بودن بله. همانان عالم دین بودن ستاره شناس بودن یعنی مرجمانی درست. و همانان عالم دین هم بودن به مرور یک دسته صرفا تبدیل شدن به کسانی که مثلا علم الحدیث علم تفسیر و علم کلام علم اخلاق و باند. این مسائل را و سایر علوم را تحت عنوان علوم غیر دینی یا علومی که دین نسبت به اونها یا نگاهی منفی دارد و یا لا بیطرف طرف است لا اقل است درست این فاصله سبب شد که عالمان دینی ما از دیار علم طبیعی بکوچند و سرانجام و به مرور اندک اندک چیزی به نام علوم دینی و علوم غیر دینی و بین دانشگاه و بین مکاتب دینی مثل الازهر مثل نجف مثل قم و مثل بغداد مثل حله و جاهای دیگر این فاصله به مرور به سمت انجامید که گروهی از عالمان شدن پرچمداران علوم دنیای انسان و گروهی شدن پرچمداران علومی دین مردمان درست. و چه بسا مردمان مجبور شدن یعنی ما گاهی وقت جوامع دینی رو مجبور کردیم که یا به دنبال این یکی باشن یا به دنبال اون یکی درست. و نوع افق دیگه هر دو هم نسبت به جهان متفاوت شد متاسفانه فاصله, اینجا فاصله اینجا گرفت هر دو و حالا که اگر این هر دو در یک ظرف قرار می گرفتن و با یک نگاهی که هم چشم به متافیزیک دارد و هم به فیزیک و هم به آسمان و هم به زمین هم به دنیا و هم به دین هم به طبیعت و هم به ماورای طبیعت اگر این گونه نگاه تلفیقی و ترکیبی ادامه می یافت چه بسا ما اون مصیبت هایی رو که امروز در جامعه اسلامی داریم و تقسیمی دو دسته از عالمان به عالمان دنیا و به عالمان دین هرگز دچار چنین مصیبت و آسیبی نمیشدیم. و در این امتداد پاره از آیات قرآن کریم را به دقت و تأمل بنشینیم که آیا قرآن کریم مخصوصا نسبت به علوم طبیعی و نسبت به مطالعه در طبیعت و آموختن طبیعت چه نگاهی دارد گرچه تمام این مباحث در این برنامه ها گنجایش ندارد ولی درست. نمونه از آیات را من ارز می کنم و شروع بحث رو از آیه ای که در برنامه پیشین تعملاتی در اون صورت گرفت سوره مبارکه یا رحمان آیه سی و سه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خداوند در این سوره که یکی از سوره های بسیار زیبای قرآن است و به نام عروس القرآن هم یاد می شود یک جمله رو پشت سر هم تق... یا بخشی را پشت سر هم تکرار میکنه دعوت بالله من الشیطان این ای یا آلاء ربکم متکذبان پس به کدام یک از نعمت های پروردگار خودتون تکذیب میکنید در صدد بر شماری نعمت های خداوند از جمله در آیه 33 این گونه میفرماید یا معشر الجن والانس ای دو گروه بزرگ جنیان و, انس و انسان ها این استطعتم اگر توان من هستید و میتوانید توانید ان تنفذو من اقطار السماوات اگر میتوانید که از نواحی مختلف آسمان و عرض نفوذ بکنید فنفوزو پس نفوذ بکنید اینجا خداوند میفرماید که اگر میخواهید اگر توان دارید که نفوذ بکنید پس نفوذ بکنید اما لا تنفذون الا به سلطان برخی از مفسرین بسیار بسیار جای شگفتی و تعجب دارد اجازه بدهید من ترجمه ای رو که در اینجا در همین پیش روی من هست این ترجمه رو بخوانم ترجمه و بعد ی... ترجمه گویا قمشه... از هر کسی هست, هست. من دقت نکردم ترجمه خوب. از چه کسی بله ولی شما من خود ترجمه رو بله جناب الهی قمشه رحمت قمشه. الله قمشه. علیه هست انسان بله. چیره است ولی نوع نگاهشون به این قضیه و به این آیه این گونه است ای گروه جن و انس اگر می توانید در اطراف زمین و آسمان ها بر شوید بعد بین پرانتیز چون در خود آیه که وجود ندارد بین پرانتیز در ترجمه یعنی که یک چیز رو خود مترجم میگذارد درست ایشون این گونه گفته است و از قبضه قدرت الهی بیرون روید عجب. بله بیرون روید فن فضور رو بیرون روید با اینکه نفوذ یعنی وارد شدن وارد شدن, نه خارج شدن. شدن. یعنی دقیقا عکس ماجرا را عکس مطلب را ایشون ترجمه کرده است فن فوزو پس نفوذ بکنید ایشون فرموده است بیرون روید این خیال محالی است این رو هم باز در بین پرانتز گذاشتن یعنی که از دیدگاه و اون پس زمینه ذهن خودشون رو در این ترجمه فرار من حکومتیک دیگه اگر بله اسم باشه بله دیگه بله نمیشه از دایره قدرت خدا این خارج خیال محال است این مطلب در جای خود درست است بله. هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد خارج شد آره لا تنفزون الا به سلطان خب از این مترجم بزرگوار باید پرسید که پس خارج شدن از هیته قدرت خداوند ممکن است چون میگه نمیتوانید خارج شوید مگر به وسیله سلطان یعنی با سلطان می توانید خارج شوید با اینکه از هیته قدرت خداون نمی خروجی هیچ وجود ندارد با. چرا این گونه ترجمه شده است به دلیل اینکه در ذهنیت پاره از عالمان ما حتی مترجمان و مفسران قرآن کریم هرگز این نبوده است که خداوند در این آیه به بشر نه تنها اجازه بلکه دستور میدهد که شما به تعبیر خود ایشون این جمله را از کلمه ایشون برشوید به گوشه های آسمان و زمین اطراف و اکناف و اقطار زمین و آسمان ها برشوید و شما نمی توانید فنفوزو پس نفوز بکنید دارید نفوز بکنید لا تنفوزونه الا به سلطان مگر اینکه شما یک وسیله ای که شما را مسلط کند بر آسمان و زمین گاهی شما یک ماشین رو یک موتر رو, موتر رو سوار میشوید مسلط نیستید بر او مگر اینکه اول آشنا باشید به فنون و سنن ابزاری بره. داشته باشید رانندگی اگر رانندگی رو, رو بیاموزید در اینجا هم اون چیزی که شما میآموزید از رانندگی و از اون پیچ و مهره ای که در ماشین هست همه اینها وسیله سلطنت انسان را بر این دستگاه فراهم, فراهم می‌کند می آسمان زمین همچون این است خداوند میفرماید شما اگر میخواهی این کار رو بکنی میتوانی انجام بدهی ولی به شرط اون که اسباب سلطه خود بر آسمان زمین رو فراهم بیاوری این که مگر این که فراهم بیاوری یعنی این که میتوانی این کار رو بکنی تعلیق به محال نیست به محال نیست خداوند گفته باشد محال است این کار رو نمیتوانی لا تنفذو اگر اون منظور محال بودن بود میگفت لا تنفذو. الا به سلطان لازم نبود و نیاز نبود پس در اینجا خداوند در حقیقت خد یک نوع تشجیه است مثل این که شما به کسی بگویید شما نمیتوانید پسرم شما نمیتوانی به دانشگاه موفق شوید مگر اینکه تلاش کنی مگر اینکه درس بخوانی مگر اینکه کوشش کنی خداوند برای بشر در اینجا یک نوع تشویق و ترغیب و وادار کردن را نسبت به نفوذ در اقطار و زوایای مختلفی طبیعت در در طبیعت آسمان ها و اول آسمان ها من اقتار سماوات و الاصفن فضولاتن فضول بل سلطان مبین خب این مطلب رو در یک سوره دیگر سوره مبارکه ملک آیه 15 به بیان دیگری خداوند بیان فرموده است درست میفرماید هو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی جعل لكم الارض ذلولا یعنی او خدایی است او خدایی است که زمین را برای شما مطیع و فرمانبر ذلول یعنی در اختیار شما و مطیع شما و تحت امر شما قرار داده است بعضی ها نرم و هموار گفتن ولی خود بله. کلمه ذلول از ذلیل بودن است یعنی که مطیع شماست در اختیار شماست شما هر تصرفی که, تصرف که تعبیری هم هست که میگه که شما در برابر پیام، پیامبرتون باید بالهای از زل و رحمت رو بله بله, بله جناح ذل من الرحمه بله خب در اینجا استاد من عذرخواهی می وارد بحث که شاید باز ممکنه که ما صحبت شما رو قطع کنم یک رفت و برگشت کوتاه و کوتاهی هست و بحث فرمایید شروع میکنیم خب همراهان گرامی یک کلیپ کوتاهی آماده شده با همدیگه دیگه رو می‌بینیم کریم <applause> السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الامم كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الامم كريم السجايا جميل الشيم نبي الأمم كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع <applause> خب همراهان گرامی اجازه بدهید که برگردیم خدمت استاد محترم جناب حاشمی اروزگانی جناب استاد بله قرآن رو باز کردید و بله. آیه پانزده همه سوره سوره این که این ملک ملک بود بله بله, بله. اولین سوره از جزء 29 قرآن کریم خداوند در این آیه شریفه در خلال و در میان مطالب گوناگونی که در این سوره بیان می کند یک مطلب این است که هو الذی خداوند رو توصیف می کند و قدرت بله. او را و نعمت های او را و لطف او را نسبت به انسان هو الذي جعل لكم الارض ذلولا خدای است که زمین را برای شما مطیع و فرمانروا و یا فرمانبردار بردار فرمان و یا نرم و هموار قرار داد و به بیان کلی زمین را جایگاهی برای زیستن شما قرار داد چون خیلی مناسب. از کرات و خیلی از مناطق دیگری هستی این امکانات و ظرفیت را ندارد که جایگاهی برای زیستن انسان باشد در دیگه زمین تانوز را بشر تانسته کشف کنه همین زمین باره، همین زمین هست آره. مضافا بر این که می زمین های دیگری هم باشد باره. که اون زمان ما زمین رو اینگونه معنا نخواهیم کرد اگر زمانی کشف شود که جاهای دیگری هم وجود دارد که برای بشر قابل سکونت هست اون زمین خواهد زمین بود برای باره. انسان هو جعل لکم الارض الارض در اینجا اشارات به همین زمینی که شما میشناسید این را حالا زمین های دیگه هم که باشد اون زمان ما الفلام را الفلام جنس خواهیم معنا کرد یعنی به مرور زمان ممکن است که عوض, شود این تفسیرها ها و نوی نگاه هو الذی جعل لکم الارض ذلولا خب حالا که این ذلول هست فم فی مناکب ها و کلوم رزقی ای انسان در بر شانه های زمین شانه های زمین اون چیزی است که سنگینی شانه های یک شی اون جایی است که مخصوصا در انسان سنگینی و بار و سقل یک چیزی دیگر را محمول را بر خود بلند می کند چون و کلوم هست نشان میدهد که رزق شما در شانه های زمین است و باید در این زمین سیر کنید بگردید گوشه و اطراف زمین را و رزق خود را از دل زمین بیرون بکشید رزق شما در این زمین است رزق خدا و کلوم رزقهی از رزق خدا بخورید ولی کدام رزق خدا نه اون رزق خدایی که مثل یک داخل یک کیسه از آسمان بریزد و شما بگید این رزق خداست ولی اونی که از دل زمین به وسیله طبیعت و از راه کشف طبیعت و از راه بارور کردن طبیعت شما به دست می آورید این رزق خدا ندانید اون چون که خارون می گفت که من با علم خودمان رو به دست آوردم پای خدا در اینجا در میان نیست بل. شما بر شانه های زمین که این شانه های زمین سنگینه رزق شما را حمل می کند از طریق مشی در زمین و گردش و سیاحت و کشفیاتی که در زمین انجام می دهید رزق خدا را از دل زمین بیرون بکشید فمشو فعل امر است به تعبیر که در رایج هست بله دستور میدهد فمشو یعنی راه بروید متوقف نشوید یکی از چیزهایی که در تاریخ یا در فلسفه هجرت یا در فلسفه تاریخ هم بیان شده است این است که تمدن ها در پی هجرت ها شکل گرفته است همین مشی که در اینجا گفته می شود تمدن های بزرگ بشری منشأ تمدن های بزرگ بشری تمدن بزرگ بشری هجرت ها و همین مشی جمعی انسان ها بوده است که در تلاشی که این کدام یک سرزمین آمادگی برای بارور شدن را و برای امران و آبادی را دارد و بشر این را وظیفه دارد که زمین را بارور کند و بر شانه های زمین بگردد و رزق خود را از شانه های زمین بیابد بله. خب این آیه رو شما اگر نگاه بکنید در آخرش میفرد و علیه نشور و البته نباید چنین باشد که پیوسته شما در دل زمین به فکر دنیا باشید و کاملا نگاه شما دنیاوی و مادی بله متمحز و متمرکز باشد بر دنیا و بر خورد خوراک به یاد داشته باشید که یک روزی به کسی پاسخ خواهید داد که این رزق را شما به چی طریق به دست می آورید در اینجاست که بحث حقوق و ناس بحث عدالت بحث عدالت اجتماعی عدالت فردی صداقت معاملات و تجارت و خیلی از مسائل دیگر در وسطی و زیل این مجموعه جای دارد که قرار بگیرد بهره مندی و بهره بحرگیری... درست از همین نعمت خداوند که زمین و نعمت های زمینی باشه چون امروز جناب استاد ما مسلمان ها خب درسته که بسیار دستمان کوتاه شده و اگر هم به مواهب زمین و نعمت های خدا دست پیدا میکنیم به خاطر اون تکنولوژی و مسائل است که دیگران فراهم کرده بله. ولی خب بشر و اون بخش از دنیا که رسیده به اون مرحله به اینها هم کنم قرآن پیام داره که شما هم حد و مرزی داره دیگه این تسخیر طبیعت باید یک چارچوبی داشته باشه یا قانونی داشته باشه که منجر به نابودی طبیعت نشه این سخن شما می که یک نکته رو توضیح عرض بکنم بله ما گاهی چیزی داریم به نام ولایت تکوینی درست و ولایت تکوینی بدین منظور است که بعضی از اولیای الهی به مقامی میرسند که به طبیعت دستور می دهند که سنگ تبدیل به جواهر می شود مس تبدیل به طلا می شود که درست. مثلا تعبیر علم کیمیا ولی اگر ما به نگاهی به قرآن کریم نگاه بکنیم قرآن کریم می گوید ای بشر من به تو علم کیمیا آموختم این توانایی رو در اون بحث اول بحث هست درست. کردیم این توانایی رو به تو دادم هم تو توانمندی علم کیمیا بلدی و همین آسمان زمین مسخر توست که بتوانی این زمین و آسمان را از مس تبدیل به طلا بکنی این را آبادان بکنی رزق خود را از شانه های زمین برگیری بله. اون شانه های زمینی که وظیفه دارد رزق تو را حمل کند تو اون رزق را باید از شانه زمین برگیری و استفاده بکنی اما فم فی مناکبه ها لیس للانسان الا ما سا. این اینطوری نیست که در یک جا بنشینی و تلاش درست. نکنی فم شو مشی هر چیز تناسب متناسب با خود است درست. با خود اون شی است شما اگر میخواهید به شانه های زمین برای به دست آوردن رزق مشی بکنید یعنی که باید اسباب آن را فراهم بیاورید تا در صدد این باشید که ریسک خود را از زمین به دست بیاورید آیه دیگری که باز در قرآن کریم بسیار بسیار روشن است و گاهی انسان تعجب میکند که چرا ما به این آیات به ای لاقل تازه تری نمی تازه نسبت با ما مسلمانان وگرنه این راه رو دیگران رفتن و این راه برای همه این ها هموار است اختصاصی به ما ندارد بارها به این نکته تأکید کرده ایم که راه هموار طبیعت و تسخیر طبیعت اختصاصی به مسلمان و حتی اولیای الهی ندارد اون بحثی تکوین ولایت تکوینی یک موضوع جدا است که هیچ ربطی به این ندارد که همه بشر به نوعی ای یک نوع ولایت تکوینی دارد بر کل طبیعت این آی شریفه برای ما این گونه میفرماید در داستان سمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره حضرت صالح به قوم خیش که اسمش قوم سمود بود گفت که ای قوم من خدا را بپرستید که خدای جز خدا نیست شما این مبنای نگریش شما باشد که خدای جز خدا نیست دعوت به توحید بعد دنبال اون اضافه میکند که هو انشعکم من الارض او خدایی است که شما را از زمین نش و نما داد یعنی شما از دل زمین برخواستید درست. همون نگاهی را که قرآن و دین دارد من که انسان آفریده شده از خاک هو انشعکم من الارزه از زمین رویان شما را وستعمرکم فیها و برای این شما را از زمین آفرید که زمین را استعمار کنید ما با کلمه استعمار آشنا هستیم اما از مفهوم این سیاسی مفهوم آره یک خاطره تلخ داریم زیرا که غربیان و اونهایی که به دانش تجربی رسیدن یعنی این مسیر رو رفتن نه. و به قله و به قله های رسیدن افت کردند و دیگران در پای و در دامنه کوه ماندن و در نتیجه اینها رو کوچیک دیدن از اون بالا از قله علم تجربی آمدن تا اینها رو آدم کنن به تعبیر خودشون آمدن که داره ها داشته های کمیشون رو هم با خودشون ببرن درست اینها رو ما استعمار میگه ولی قرآن کریم استعمار رو به مفهوم آبادان کردن زمین زمین رو آباد کنید درست خداوند انسان رو برای آباد کردن زمین و برای امران آفریده است برای اینکه طرح نو بیندازد در این هستی و در این طبیعت نه اینکه صرفا مصرف کننده باشد یا خراب کننده ای طبیعت باشد درست این نگاه قرآنی که انسان باید زمین را آبادان کند ربط به محیط زیست دارد ربطی به این که انسان باید علوم طبیعی را و تجربی را به درستی و به دقت بیاموزد زیرا آمد. که اگر علم نداشته باشد آباد زمین مویسر نیست انسان نادان و جاهل خراب میکند به جای آبادان کردن زمین را آباد کند تا انسان ولقد مکن ناکن فی عرض و جعل نالکن فی ها معایش ما زمین را وسیله تمکن شما قرار دادیم یا شما رو متمکن و مق ساختیم که زمین را آباد بکنید بله. خب تمام اینها با سرپنجه علم میسر است درست. و نسم این علم گرچه که علم طبیعی و علم تجربی است ولی کاملا در بستری دین پرورش یافته است یا با بیان دیگر دین پاره ای از علوم تجربی رو مؤسس آن هست و پاره از علوم تجربی را میگوید من اسباب ابزار توی اون را در اختیار توی انسان قرار دادم انسان هم که به علوم تجربی میرسد در حقیقت کار خداوند است کار دین است و کاری متافیزیک است که این رابطه را بین انسان و بین طبیعت برقرار کرده است و طبیعت را در اختیار بشر قرار داده است که این راه را باید برود هرچند خود انسان این معرفت را نداشته باشد و مقر به این حقیقت و واقعیت نباشه کمتر از حدود یک دقیقه فرصت هست جناب استاد که سخن آخر رو بفرمایید بله نتیجه ای که از این بحث می توانیم بگیریم این است که ما مسلمانان بر اساس آموزه های دینی خود و بر اساس دستورات سریح قرآن کریم تا زمانی که به ابزار علم یا به اون سلطانی که قرآن تعبیر میکند به اون سلطنت دست پیدا نکنیم بله. ما بندگان مطلوب خداوند و بندگان مورد رضای الهی نیستیم, نیستیم ولو این که آبدان در شب باشیم ما باید آبادگران زمین باشیم ما باید از این تمکنی که در زمین داریم برای رفاه و آسایش و برای معیشت و امنیت انسانها ها دستاوری داشته باشیم زیرا یکی از مقوله های ناامنی ناامنی معیشت هست ناامنی های روانی هست ناامنی های اخلاقی هست تمام این ناامنی ها را انسان در پرتب علم و علم آموزی باید برای بشر تأمین بکند و جامعه جوامع اسلامی باید از این وضعیت فلاکتبار و اندوهبار تحت عنوان حمایت از دین و تحت عنوان آموزه های دینی و تحت عنوان دین مدار داشتن مردم ما مردم را از بخش بزرگی از دانش الهی و دانش های انسانی دور نگه داریم این جفاست بر انسان و بر دین و بر دیانت و و به حتی بر خداوند ظلم بر خدا زیرا که خداوند از انسان این رو نخواسته است بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد گرامی امیدواریم که شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی هم در خلال این گفتگویی که شکل گرفت در باره علم آموزی نکته های آموزنده ای رو شما هم استفاده کرده باشید اگر نقدی پرسیشی و مطلبی درباره موضوع گفتوی امشب ما هست حتما از طریق مثبت 964 780 255 40 با ما در میان بگذارید همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و استاد هاشمی ارزگانی با شما همراهان گرامی خداحافظی میکنیم خدایا رو نگهدارتان باشه